خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسرین انه خیر و ناصر نموئین. عرض سلام و ادب و احترام محضر دانشجویان عزیز درس هیدرولیک. الحمدلله که مجددا در محضر شما هستیم. انشاءالله که جلسه خوب و پربار رو داشته باشیم، در خدمت شما مفید فایده واقع بشه، درسی که محضرتون ارائه میشه انشاءالله. قربان شما که دارید فیلم رو میبینید الان خیلی پرنشاط و شاده و با دقت نگاه کنید و درس و خوب یاد بگیرید انشاءالله تعالی. خب با نام خداوند شروع میکنیم درس و بحث امروز. خب دوستان بحثمون چی بود؟ ما گفتیم که در این فصل دو کاربرد انرژی در کانال های باز هست، کاربرد معامله انرژی در کانال های باز هست، دو تا سوال اساسی رو باید جواب بدیم. یک، وقتی آب میرسد به یک مانع چه عکسی در عملش میده؟ آیا آب میره بالا میاد پایین سر جاش وای میسته؟ حساب. و سوال دوم، وقتی آب میرسه به جایی که عرض کانال کم یا زیاد میشه، به تنگنا میرسه، باز چه عکسی در عملش نشون میده؟ گفتیم برای پاسخ به این دو سوال در این فصل که قاعدتاً با استفاده از ماده انرژی حل میشه، احتیاج داریم که یک سری مفاهیم رو مقدمتاً یاد بگیریم. مفهوم جلسه گذشته دوستان تعریف کردیم به نام چی؟ مفهوم انرژی چی؟ مخصوص که با اینشون بده دوست انرژی مخصوص چی؟ و تو تعریفش فاصله در واقع کف کانال تا خط انرژی چی؟ یعنی انرژی مخصوص نسبت به هر چی یک زد کم داره. این در واقع برابر است به وای کوسینوس 2 تتا بل آلفا کیو 2 روی 2 جی آب تمام چقدر؟ این نسبت به هد انرژی در واقع یه زد کم داره. هد انرژی بود زد به الان بای کسوس دوی تتابل و الفا کیو دو رو جاده ای در واقع اون زد رو دیگه نداره. بحث کردن درسته میشه که خب انرژی مخصوص دوستان دقت داشته باشن که این مفهوم تعریفیست، به معنای واقعی انرژی نیست، ما به ازای واقعی بیرونی نداره که بگیم ها در مسیر جدال انرژی کم میشه. نه خیر، انرژی مخصوص در مسیر جدال میتونه زیاد میشه، میتونه تغییر نکنه. و بعد اومد گفتیم بچا اون چیزی که برای ما در اصل انرژی مخصوص مهمه اینه که ما بتونیم نمودار انرژی مخصوص در برابر عمر رو چیکار کنیم؟ رسم بکنیم. ای در برابر وای چیکار بکنیم؟ رسم بشه. برای رسم ای در برابر وای گفتیم ما میایم چیکار می‌کنیم؟ این فرض ساده شده رو به کار می‌بریم. بود ما فرض بود کانال مستطیلی باشد، آلفا 1 باشه تقریبا، تتا کمتر از 6 درجه باشه. اگه این فرض رو بکنیم بعد بودیم چی میشه؟ بودیم ما انرژی مخصوص رو این برابر میشه به وای به علاوه چی؟ به علاوه کیو دو روی دو جی چی؟ آدو. و اگر آ رو بنویسیم بی زده چون کانال مستطیلی نه دیگه دیگه آ این چی میشه؟ ای برابر میشه با وای به علاوه کیو دو روی دو جی در واقع حالا بی دو وای دو دیگه به این صورت که برای خاطر از اونجا در انتهای جلسه گذشته گفتیم که حالا ما اگر بیام در واقع کیو دو روی دو جی بی دو رو در واقع به عنوان یه ضریب ثابت و حالا به عنوان معرف کا در نظر بگیریم، گفتیم معادله‌ای که به دست میاد چیه؟ معادله‌ای که به دست میاد به این صورت هست که ای برابر میشه با وای به علاوه کا به روی چی وای دو دیگه. تو سود همچین معادله. حالا از دوستان خواستیم که در انتهای جلسه گذشته رو این فکر کنن که با عنوان در واقع این مسئله ریاضی اگر قرار باشه منحنی ای در برابر وای رو رسم کنم، این منحنی چیه؟ چه شکلی خواهد داشت؟ دوستان این منحنی چه شکلی خواهد داشت؟ خب ما اگر بگیم این چی باشه؟ این انرژی مخصوص باشه و این چی باشه؟ وای باشه. و منحنی انرژی مخصوص در برابر وای رو رسم کنیم برای کانال مستطیلی در حالت که آلفا 1 هستش و تتا کمتر از 6 درجه کوسینوس تتا رو غالبا 1 می‌گیریم. خب همچون معادله بچه‌ها ما چیکار کنیم؟ رسم بکنیم اندازه ریاضی. گفتیم بسیار هم بچه‌ها مهمه این بحث ریاضی که ما الان می‌خوام انجام بدیم تبدیل میشه به اسم مفاهیم چی؟ هیدرولیکی. خیلی برای ما مهمه. خب بریم اون رسمش بکنیم. خب یه سری بحث های انتهای جلسه گذشته داشتیم، مای عباسی که اینجا هستن و خب قاعدتا دوستان رو بگم فکر کرده باشن این بحث ها تکمیل بکنم. یادم میاد این نکته که جلسه پیش ما هم بحث کردیم، گفتیم آقا اگه وای صفر باشه این چند میشه؟ بی نهایت بوده. چون اگه وای رو صفر بذارید عدد صفر بی نهایت بدار صفر میشه بی نهایت. پس یه بحث ما این بود، یک نکته مهم توی نمودار اینه که اگه وای به سمت صفر بره ای به سمت چی میره؟ بی نهایت.
در نتیجه فهمیدیم که خط وای مساوی صفر چیه؟ مجانب افقی این تابه هستش، مجانب افق. اینو در مورد این زمان که وای میاد صفر، ای به سمت چند میل میکنه؟ بی نهایت. خب اینو میدونیم، این خط وای مساوی صفر، این خط وای مساوی صفر دیگه، این خط خط محور افق بود، این در مورد مجانبه. یعنی در بی نهایت نمودار ما باید این خط در مورد وای مساوی صفر میل بکنه. خب این چیزی بود که جلسه پیش از این معادله چیکار کردیم؟ در آوردیم. درسته؟ خب نکته بعدی بچه برای رسم این نمودار بایستی در واقع همیشه برای تو رسم نمودار یه چیزی که خیلی برای ما مهم تو رسم نمودار اینکه آقا این نمودار من صعودیست یا نزولی؟ یه بحث که این نمودار الان صعودیست یا نزولی؟ خب آقای عباس این نمودار صعودی یا نزولی الان؟ نزولی. چرا میگیم نزولی؟ چون ایگرگ به توان دو در مخرج آمده. خب هر چی ایگرگ زیاد بشه خب این چی بشه؟ زیاد بشه نمیشه؟ به بچه الان عباس داره اشاره میکنه من شرط سعودی رو زیاد بودن تابع چی بود؟ ما گفتیم اگر تابع سعودی است که اگر مثلا x زیاد بشه ایگرگ هم چی بشه؟ زیاد بشه، میشه بشه سعودی. تابع نزولی برعکسه، اگر x زیاد بشه ایگرگ چی میشه؟ کم میشه، میشه تابع نزولی. حالا سوال یه بسیار سوال بچه مهمی هست برای کنم. سوال اگر دوستان وای زیاد بشه درد کنم بچه این خیلی برای کنم اگر تو این تابه بچه وای زیاد بشه ای زیاد بشه یا کم بشه؟ زیاد بشه. زیاد بشه؟ چرا زیاد بشه؟ چون جمع بگیم وای زیاد بشه بینشون جمعه ای هم زیاد بشه. خب نه نمیتونی بگی داره عباس نه باید این معمولا بچه های شما درست جمعه ولی نمیتونی بگی زیاد میشه. مثلا ایگرگ رو هزار بدین استاد. خب ایگرگ رو هزار خمس هزار به اضافه کاب روی هزار به تمام دو میشه یک میلیون. خب مثلا کار رو میگیریم یک میلیون به اضافه هزار. خب ببین خب توی این مثالی که شما زدی درست توی این مثالی که زدی این سر میکنه ولی با یک مثال جزئی که نمیتونی در چه کلی ببینید الان بچه‌ها بحث ما چه بسیار مهمه. بچه‌ها وقتی وای زیاد میشه دقت کنید ما اینجا یه مشکلی داریم. مشکل ما چیه؟ اینکه وقتی وای زیاد میشه دوستان این عبارت صعود میکنه زیاد میشه این عبارت چی میشه؟ آیه عباسی کم میشه دیگه قبول دارید؟ این عبارت زیاد میشه این عبارت کم میشه. حالا سوال اینه نهایت در جمع این دوتا این از افزایش این مثلا به کاهش این میچربه یا نمیچربه؟ اگر افزایش این به کاهش این بچربه بله این زیاد میشه ولی اگر کاهش این به افزایش این بچربه این چی میشه؟ کم میشه. اون بستگی به کار داره کم میشه. قبول دارید بچه‌ها بکنید شما خیلی مهم بچه‌ها اینکه دارن دو تا پارامتر من رو میخوام بس کنیم. این پارامتر افزایشی منظور چیه توی این پارامتر کاهشی چیه؟ اینا همه مهم برای پس قبول دارید بچه‌ها بکنید اگر شما وای رو زیاد کنید این پارامتر زیاد میشه این پارامتر کم میشه. حالا مهم اینه که افزایش این به کاهش این میشه یا کاهش این به افزایش این میشه. درسته؟ اگه مثلا بگم مثال بزنم شما نگاه کنید چون وقتی ما مثال بزنیم چون بعضی وقتا مثلا چون جمع کم نمیشه چرا احتمال میتونه کم بشه شاید شدت کاهش این از شدت افزایش این چی باشه بیشتر باشه. درسته؟ مثلا شما میگی ای مثلا برابر چنده مثلا میگم ای برابر است مثلا فرض ای دو بوده برابر بوده با یک به علاوه یک مثلا شده دو. خب شما وقتی وای رو زیاد میکنی مثلا فرض دو بوده یک به علاوه یک مثلا فرض و وقتی وای رو زیاد میکنه این چی میشه؟ این مثلا چی میشه؟ این مرد نمیدونیم چی الان خب زیاد میشه یا کم میشه؟ خب یک زیاد میشه مثلا میگم میشه یک و دو دام این چه میشه؟ کم میشه دیگه یک باید فرض کنید اینقدر کم شده که شده هفت تا جواب میشه چند؟ یک و دو دام دو چی شد؟ کمتر یعنی این میتونه کم بشه میتونه؟ زیاد بشه میدونی بچه خیلی مهم بخوریم پس الان آقا بچه وای رو زیاد میکنیم این چون افزایش پیدا می‌کنه این کاهش پیدا می‌کنه جمع اینها شاید کم بشه شاید چی زیاد بشه بسته داره که شدت افزایش این آیا بیشتر از کاهش این است یا کاهش این بیشتر از افزایش اینه. خب حالا چی مؤثر اینجا آیا عباسی و همه دوستان فیلم نگاه کنید اینکه آقا شدت افزایش این وای از کار وای دو شدتش بیشتره یا کاهش این شدتش از افزایش این بیشتره به کار نمیشه. خب نه الان کاب ثابته دیگه مهمتر از کاب الان چی بستگی داره؟ متغیر شما وای دیگه الان
برای ایده حد مشخص کنیم مثلا از این از این بسیار اون چیزی که بچه مهمه رنج وای ببین بچه ما در یه حدودی از وای در یه حدودی از وای این به این میشه افزایش این به کاهش این میشه این سرودی میشه یه افزایشی میشه در یه رنجی از وای در واقع چیه برعکس میشه در واقع کاهش این به افزایش این چیه میشه درسته حالا رنج چی میتونه بس مثلا در وای های کم در وای های کوچولو کدوم به کدوم میشه به کاهش این به افزایش میشه یا افزایش وای های 0 تا 1 بعد میاد به سمت پایین کوچیک‌تر میشه از 1 با بزرگتر بزرگتر میشه بسیار خوب پس آیا احمدی چی میگن درست درستم تقریبا تقریبا یه جایی کار میلنگی که الان میخوام بعد بازم آیا احمدی چی میگن در وای های کوچولو درسته در وای های کم در وای های کم الان بگوشون کمتر از یک کلمه میگیم بس یک نیست در وای های کم و کوچولو دوستان این مهم میشه این پایین هست موضوع درسته بودن درست هم قابل هسته چون توان دو داره دوستان و در وای های کوچیک و کم دوستان این وای به توان تو مخرج شدت کاهشش خیلی بیشتر افزایش اینه مثال گفتیم مثلا بچه رو کن شما یه زمانی عرضم به حضورتون که وای های خیلی عدد کمی است مثلا از یک ده هزار هم یک ده هزار هم بله یه عددی تصمیم یک ده هزار هم به توان دو خب یه عددی میشه جمعش یه عددی میشه حالا شما همین یک ده هزار هم بکنید چقدر آیا بسه مثلا یه دفعه بکنید یک هزار هم و اگه یه دفعه بکنید یک هزار هم بچه یک ده هزار هم با یک هزار هم خیلی اختلاف ایجاد نمیشه که تو وای دیگه ولی تو این خیلی اختلاف میشه یک ده هزار هم بتوانه دو کجا یک هزار هم بتوانه دو کجا یه دفعه چیه؟ یه دفعه بسیار چی میشه شرایطش عوض میشه یعنی این خیلی تو رنجای وای های کوچیک این خیلی اثر میذاره این نه حالا تو بگو یک ده هزار هم با یک هزار هم چقدر مگه با هم اختلاف دارن؟ مثلا 999 ده هزار هم با هم اختلاف دارن ولی این خیلی بازی میکنه تو جمعیت تو تو جمعیت تو بسیار نقش بازی میکنه بنابراین دوستان ببینید همونطور که الان عبوزان با شما مشتا تعمل میکنید و به این نتیجه برسیم در وقتی وای زیاد میشه دو تا اتفاق توی معادله محتمله در وای های کوچک در وای های کم میتونید در وای های کم در وای های چی؟ زیاد حالا این کم زیاد باید بس کنید یعنی چی؟ فعلا مفهومی در وای های کوچولو و کم این اثر کاهشی این بر اثر افزایش این چیه؟ میچربه بنابراین تابع چی میشه؟ نزولی میشه و در وای های کم این چیه؟ این کم شده یعنی شما وای رو زیاد کردید این چیه کم شده و تابع چیه؟ تابع نزولی است یعنی در وای های کم و کوچک دوستان چیه؟ در وای های کم و کوچک در واقع تابع نزولی میشه چون اثر کاهش این آیتم و اثر افزایش این آیتم کاملا میشه بنابراین ای کاهش پیدا میکنه تابع چی میشه؟ نزولی میشه ولی در وای های زیاد نه در وای های زیاد دیگه اثر این چیه؟ از بین میره و این وای هست که در واقع داره چیه؟ این پارامتر شما یکی داره چیه؟ نقش اساسی بازی میکنه توی بحث ای بنابراین در وای های زیاد چیه دوستان؟ وقتی وای زیاد میشه ای چی میشه؟ ای زیاد میشه بنابراین تابع چی میشه؟ تابع سود میشه پس ببینید بچه شما با یه معادلهی سر کار دارید که این معادله دو وجه هست یعنی یه قسمتش سعودی یه قسمتش نزولی است معیار چیه؟ وای وای کم و زیاد بنابراین من اگه محور ایگرگان رو دو قسمت کنم محور ایگرگان دو قسمت کنم اینجا بگم ها وای وای کم اینجا وای وای زیاد دو قسمت میشه دیگه طبق این استدلالی که ما کردیم که این شده درست هستش در وای وای کم تابع باید نزول کنه درست در وای وای کم تابع چکار کنه؟ سود کنه یعنی تابع نزولی در وای وای کم تابع نزولی است در وای وای زیاد تابع چیه؟ سودی است استاد چی شد تابع وجود که محل برخورد تابع وجود اسمش نمیشه گفت تابع نیست خب هر لحاظ از نیاز این تابع نیست دیگه معادله است به قول شما چون یه خط موازی میبریگا در دو نقطه خط میکنه تو ریاضی بهش تابع نمیگیم ولی معادله است یه معادله به رسم کنیم ولی شما اون طرف ریاضی ها تابع کار نمیگیم که اونجا میگوید بخیر یه معادله است که میخوام رسم کنیم ولی معادله مهم بدیم خب پس اولا در وای وای کم تابع نزولیه در وای وای تابع صعودیه حالا اگه بخوام این نمودار کاملش بکنیم این عرضم بود اون نقطه بعدی که بچه‌ها اینجا وجود داره اینه که آیا عباسه به نظر شما میشه که ای صفر بشه مواده انرژی صفر بشه
آره. چجوری میشه که انرژی صفر بشه؟ اینو صفر بگیریم کایگرگ دو بیا این طرف بعد اصلا میگن اینو صفر بگیریم کایگرگ دو بابا شما این ورقاش رو میشه منفی ایگره میگه بعد آره ایگره سه برابر است بابا خب از اون هیدرولیک بحث کنیم تا انداز ریاضی مت بحث نکنید کایگرگ دو مساوی منفی ایگره قبوله؟ خب کاگی عدد مثبت قبول دارید باید؟ بله عباسی؟ قبول دارید؟ ایگرگ دو هم یه عدد مثبت دیگه تمام دوه دیگه درست ولی اینکه اصلا بچه اون چیه بچه اون تو هیدرولیک چیه؟ اون تو هیدرولیک منفی معنا نداره یا اینو گفتی؟ اون بچه اون آب واقعی اون آب عدد مثبته بعد آیا میتونی هم چیه؟ چیز برقرار باشه اینکه همچه چیه؟ مثبت این چیه؟ منفیه دیگه چونکه وای که مثبت با این منفی چه منفی دیگه مثبت منفی های برابره؟ خیلی پس بریم بچه ها به هیچ عنوان انرژی صفر نمیتونه بشه این بس اصلا اندازه گیری بده باشه انرژی نمیتونه صفر چون اگر انرژی صفر بشه کاهای دو گرد مثبت با منفی و گرد منفی که بعد مثبت بعد منفی برابر میشه که آره بنابراین شما ببینید این معادله چیه چا به این معناست که این معادله هیچ وقت در واقع به انرژی صفر چیه نمیرسه یه جایی قبل از انرژی صفر بنابراین بچا اگر بخوام این دو تا رو با هم وصل کنیم یه جایی قبل از صفر به هم اینا چی میشن وصل میشن یعنی این تابع نزولی به این تابع صعودی بچا یک جایی قبل از اینکه انرژی به صفر برسه یه فاصله داره دیگه این انرژی چی بچا مینیمم دیگه یه انرژی مینیمم داریم یه انرژی چی داریم مینیمم داریم که دیگه انرژی از این کمتر نمیشه چون اگر انرژی صفر باشه که مثلا تناقض داره پس ما یه حد اقل انرژی داریم که اصلا نباید بشه کمتر بشه از اون طرف بچا خود خط دیگه مساوی چی مجانبه افقی است یعنی این نمودار چی بچا این نمودار میل میکنه در وای صفر به ای بی نهایت این شاخه چی بچا این شاخه چیه شاخه نزولی است این شاخه نزولی است این شاخه شاخه چیه صعودی است. پس ما دو تا شاخه داریم، شاخه نزولی و شاخه صعودی. بچه‌ها اینو گفتم من خیلی درس ریاضی الان، ولی می‌خوام تبدیل کنیم به مفاهیم هیدرولیکیمون. بنابراین خواهش دارم دوستان دقت کنید. خب یعنی چی بچه‌ها در شاخه نزولی؟ یعنی در شاخه نزولی، در شاخه نزولی این پارامتر Q2 رو 2 جی بی 2 وای 2 می‌چرمه پارامتر وای. در شاخه صعودی وای می‌چرمه به این پارامتر Q2 رو 2 جی بی 2 وای 2. درست؟ خیلی مهمه چرا این شد نزولی چون گفتیم اثر کاهش این از افزایش بیشتره این حاکمه این تابع در شاخه صعودی این حاکمه این پارامتر وای این پارامتر کیو دو جی بی دو وای هم وی دو به دو جی وی دو روی دو جی حاکم میشه دوستو خب یا نکته بعدی بچا میخوام این نمودار کامل ترش بکنیم یا با شکلش بگم که بچا یه مفهومی شما داشتید به نام مجانب چی مایل دوستو بس یاد میاد این تابع و مجانب مایل داره یا نداره؟ آها مجانب باید دو خط هم دیگر اینجوری قطع کنیم بیفته وسطش نه مجانب مایل یعنی مجانب که خوش من نه خط افقی نه خط قائم نه خط مایل مجانب مایل اسمش دیگه من اینطوری بچه رو مطرح کنم من تو هم معادله وای رو بیاری و میشه ای من های وای مساوی چی بچه ها؟ این پارامتر دیگه کیو دو روی دو جی بی دو وای دو دیگه آره یا هم کار یه چی وای دو دیگه قبول های عباسی؟ بسه؟ خب به این صورت در بیاد دیگه خب آره عباسی یه سوال از شما همه بزن فیلم نگاه کنم بچه اگر الان ای با وای برابر بشه چه اتفاقی میفته؟ ای با وای برابر بشه این میشه سه قبول بعد چجوری میشه این تابع بشه صفر؟ دبی هم بشه صفر نه دبی سوال دست ما نیست دبی کیو دو دو جی بی دو دست ما نیست یه پرابلم ثابتی وقتی که اون مخرج این الان این بابای برابر بشه صفر در چه صورتی میشه صفر؟ وقتی که مخرج بی‌نهایت بشه یعنی ده وای چی بشه؟ بی‌نهایت بشه درسته؟ وقتی که این مصابه وای بشه میشه صفر در چه صورتی این پارامتر میشه صفر؟ اینا که ثابت دست ما نیست وای بی‌نهایت بشه که عدد بی‌نهایت بشه صفر یعنی چی بچه ها؟ دقت کنید چه یعنی خط ای مساوی وای باشه باشه نگاه کنید میگید اگه ای مساوی وای باشه درجه وای بر مثلا چی بره بی‌نهایت بره سو اگه بخوام ای مساوی وای باشه یعنی چه نشه میگم همین تعریف مجانب چی بود یعنی همین تعریف مجانب وای بود دیگه یعنی خط ای مساوی وای مجانب مایله
مجانب چی دوستان؟ مجانب مایله. همون خطی که 45 درجه؟ احسن. الان خط این مساوی با بچه خط چند ده؟ همون خط چی؟ همون ایس دیگه. خط ایس مساوی یکی خط چی بود؟ نیمسازه؟ ربع اول بود دیگه. یعنی اگر شما بیاید نیمساز ربع اول بچه رو بکشید، خط ای مساوی با میشه خط همون ایس مساوی یکی دیگه. این نیمساز این زاویه چند بچه ها؟ 42. این خط چی بچه ها؟ این خط ای مساوی چی؟ وارد. این خط x مساوی چی؟ y. خب اگر این خط رو بکشیم بچه‌ها، این میگیم مجانب مایله چی؟ یعنی در بی‌نهایت، در بی‌نهایت نمودار شما داره به این خط سیر میکنه. درست؟ در وای بی‌نهایت. یعنی در وای بی‌نهایت ما میشیم ما خوش بکنیم بکشیم در بی‌نهایت، مثلا در بی‌نهایت در بی‌نهایت در بی‌نهایت این نمودار به خط این مساوی چی میل می‌کنه؟ خط این مساوی وای چی میل می‌کنه. این میشه چی آقا؟ این میشه نمودار انرژی مخصوص در برابر چی؟ اوم. بسیار نمودار رو بچه پرکاربردی داره. بسیار. حالا میریم جواب سوالهایی که بچه ما مطرح کردیم در اول این فصل که آیا آب وقتی به مانع میرسه چه اتفاقی براش میفته، جواب این سوالها از روی چی؟ از روی همین نمودار قرار چیه؟ پاسخ داده بشه. جواب همین در واقع مسائلی که خدمت رو اول فصل چیکار کردیم؟ مطرح کردیم. فصل باشه نکنی؟ جمع‌بندی چی شد؟ نمودار ای در برابر یه شاخه نزولی داره، یه شاخه صعودی داره. شاخه نزولی یعنی شاخه ای که در واقع پارامتر ویدیو دو جی چربیده به پارامتر عمق، و شاخه صعودی شاخه ایست که پارامتر عمق چربیده به پارامتر ویدیو دو جی. خب حالا اینجا قاعدتاً باشه مهمترین سوالی که الان برای شما قاعدتاً وجود داره چیه؟ چی این نمودار ناقصه؟ و مهمترین سوال ما هست تا تو هیدروکان فورد ما شاید بسید سوال خیلی مهم. الان نمودار یه چیش میننگه دیگه، برای که شما میخواید نمودار رو کاملش بکنید. مهمترین سوالی که قاعدتاً در ذهن، امیدوارم شما از این فیلم نگاه بکنید این سوال ذهن شما رسیده باشه میشه. آیا عباس هم که اینجا چه سوالی داره؟ عباس اینجا نمودار همین چیش کامل دیگه شیب رو نمیخواد چی میخواد؟ نه یه نقطه خیلی مهم و کلیدی داریم که الان مشخصه. اونم چی دوستان؟ همین که وای بود ما در وایهای کم نزولیه، در وایهای زیاد صعودیه. آقا سوال این وای کم و زیاد که میگید آیا برمی یعنی چی؟ یعنی این وای کجاست؟ مثلا این خیلی مهمه این نقطه. این نقطه که بچا چیه؟ این نقطه که شاخه نزولی رو به شاخه صعودی چیه؟ کجا نقطه عطفش استاد؟ نه نقطه عطف چیه؟ تقابل عوض میشه. الان نقطه ایست که داره شاخه صعودی به شاخه نزولی چیه؟ بعد نقطه بسیار مهمه دیگه. اون در نقطه ما تو این نمودار همین نقطه است دیگه. برگشت یک شماتیک کشیدیم که اینجا انرژی چی دوستان؟ اینجا گفتم انرژی چیه؟ مینیمومه. این بسیار مهمه بچه. این چه عمقی است؟ سوال اینه بس. این چه عمقیه که اعماق کمتر از این تابع نزولی میشه، در اعماق بیش از این تابع چی میشه؟ صعودی میشه. استاد از اون مشتق بگیریم برابر با یک بگیریم به دسته یا یه میگیریم؟ بسیار عالی، بسیار عالی. من میخوام بگم نها کنیم مهمترین سوال بچه توی این نقطه این نقطه است. این نقطه به قول عباسی میدونیم که این نقطه انرژی چیه؟ نقطه است که انرژی چیه؟ مینیموم تابع دیگه. جایست که کمتر انرژی رو دیگه از اینجا باید انرژی بیشتر از این عدد دیگه. انرژی مینیموم رو دارید. حالا این انرژی مینیموم در یه عمقی اتفاق میفته که اعماق بیشتر از این تابع صعودی است، اعماق کمتر از این چیه؟ نزولی است. پس این یه مرز باشه، این مرز خیلی مهمه توی این بریم برای ما. و همونطور که عباسی بودن چجوری این عمق رو حساب کنیم؟ سوال این عمق چیست؟ بسیار سوال کلیدی ها هست. این عمق چه هست؟ با همونطور که عباسی گفتن بودن آقا چجوری ما از ریاضی استفاده کنیم؟ میگیم آقا این نقطه نقطه است که انرژی چیه؟ مینیمومه. خب بس وقتی توی یک تابع حالا درست این تابع نیست در لازم معادله توی یک معادله بچه ها نقطه مینیموم چجوری دست کنیم نقطه مینیموم ماکسیموم نقطه مینیموم ماکسیموم جایی بود که مشتق مساوی چند باشه؟ صفر باشه. شما همینجا بیان یادتون توابع ماکسیموم مینیموم نسبی درست اکسترموم ها با قول معروف
اکسترموها و توابع ماکسیموم مینیموم چی به دست می‌آوردیم؟ میان مشتق توابع رو مساوی صفر قرار می‌دادیم، ماکسیموم مینیموم چیکار می‌کردیم؟ به دست می‌آوردیم. پس دوستان این نقطه نقطه‌ای است که مشتق در این نقطه چنده؟ صفر. یعنی این نقطه نقطه‌ای است که مشتق این معادله باید چند باشه؟ صفر باشه. پس بریم ببینیم آقا این چه عمقی است؟ چه عمقی است که در واقع انرژی مینیمم میشه و مشتق استاد مگه مشتق نیست شیب خط مماس برای اون نقطه خالص شیب خط مماس برای اونجا یک نیست خب بله تو دی ای به دی ما میخوام بگم به معکوسش دیگه انگار 90 درجه یا بی‌نهایت معکوس میشه 3 اون تو شما داریم میگه چی میگم جی ایکس و وای چیزا آقا عوضش کن اینجا درست عوض داره پس من بچا من علی میخوام امس بیام بده اگر میخوام این نقطه حساب بکنم جایی است که در واقع مشتق مساوی چند است سفر میگم آقا جایی است که د ای به دی ما بعد مساوی چند بشه سفر ببینم کجا میشه که مشتق سفر دو سر باشه اگر دی وای به دی رو میگرفتیم میشه چی اما بی‌نهایت 90 درجه شما دی به دی وای رو میگیریم میشه معکوسش میشه خب حالا بیا ما مشتق بگیریم ما تابعی داریم ما تابعی واسه اینجا چون متعدد و دوگانه بعد تابعی داریم پای بنویسم مشترک بگیریم این برابر با وای بلا به کیو دو روی دو چی بی دو چی باید و آقا بیام از این مشتر بگیر از تابه چی میشه بچه ها؟ دیوی دیوی وای دیوی دیوی باید صفر مشتر بعد برابر مشتر باید صفر میشه برابر از از این نسبت وای مشتر میشن یک بلا به خب بچه از این مشتر بگیریم مشتر باید میشه مشتر یعنی کیو دو دو جی بی دو که چی از این ثابته کار نداریم میمونه مشتق چی بچه ها؟ مشتق یک روی وای دو رو باید بگیریم درسته؟ ما باید مشتق یک روی وای دو رو چکار کنیم؟ بگیریم دو تا ایله اینه من مشتق انتظار مشتق یک روی وای دو باید مشتق روی یک وای دو چی میشد؟ میشد مشتق صورت در مخرج یعنی مشتق مخرج در صورت تقسیم هم مخرج به توان چند؟ دو دیگه دو صورت رو سوید منفی دو بروی خب مشتق صورت در مخرج میشن صفر دیگه میشه صفر زد داریم منهای مشتق مخرج در صورت مشتق وای دو چی میشه بچه ها؟ میشه دوتا وای دو مشتق مخرج در صورت دو وای تقسیم بر وای دو به تمام چند؟ دو دیگه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مخرج به تمام چند؟ دو میشه چقدر؟ میشه منهای دو بر روی وای چهار میشه چی؟ منهای دو بر روی وای؟ سه پس بذاریم اینجا این گفتن این قسمت کیو دو روی دو جی بی دو وای دو که عدد ثابت کار نداریم چی میشه؟ پس میشه بعد میتونی بگم میشه بعد کیو دو روی دو جی بی دو ضرب در منفی دو به روی چی؟ وای سه دو شما؟ خب پس اگر اینو ساده بکنیم بچه چی میشه صفر یا در واقع بچه کار کنیم بریم وارد حساب دیگه دورم بوده ساده کنیم چی میشه بچه ها میشه یک مساویه اینو بردیم وارده دور بوده ساده میشه چی کیو دو روی جی بی دو وای سه دیگه درست های بسی؟ نتلچه میگه بچه ها اون جایی که انرژی ما مینیموم هستش که مشتق مساوی صفره همچین رابطه ای تو نقطه برقرار در اون نقطه همچین رابطه برقرار کیو دو روی جی بی دو وای سه مساوی چنده؟ یک خب حالا الان فعلا الازدار شاید بگید های برقرار خب این هیچ پیام به ما نمیرسونه ما تو خواسته نیست یه جاییست که این تابه شده یه از اون یکی سه رو دست بیاریم بعد ازش ریشه سه رو بگیریم که به دست میرسونه خب نه بحث اینه که بعد نقطه خاصی باشه دیگه آره تو انگلیسی رو برای دوبار باشه می گفتم این حل کنه ولی این مفهوم خاص توی دوی فعلا به ظاهر برای شما میخواد بگیم اون عمی عمق خاصی است میخواد اونجا برسیم خب حالا بخواد این بچه اینو برسونیم به اون چیزی که مد نظر ماست میبشیم بگیم خب ظاهرش این که شبیه چیز خاصی نیست ولی بچه ها اگر یکم دقت کنیم به اتفاقاتی که داره اینجا میفته و در واقع یه مقدار با این پارامترها در واقع بازی بکنیم میتونیم احتمالاً اینو برسونیم به یه مفهوم خاص توی هیدرولیک میخوام بگم یک نقطه خاص توی هیدرولیک یا عمق خاص حالا چجوری این کارو بکنیم دوستان میگیم خیلی خوب میگیم آقا سرعت چی میشه آقا سرعت بود کیو روی بی وای دیگه کیو رو آ دیگه تو مستطیل دارم دیگه کیو تقسیم بر آی کیو تقسیم بر بی وای دوستان
خب امر سرعت به تمام چی میشه؟ میشه کیودو روی بیدو وایدو دیگه بوده؟ پس من شما الان کیودو این وایسر میسم چی؟ میسم وایدو زد در وای دیگه شکر نداره. پس میگم کیودو روی بیدو وایدو باشه این در واقع چیه؟ این در واقع هم سرعت به تمام چنده؟ دو دیگه. این در واقع هم سرعت به تمام دو. پس نتیجه تو چیه؟ نتیجه ای که میگیرم اینه که در این شکل خاص که من دوبارش هستم یک برابر از پاچی ویدو روی جی وای قبوله؟ پس یک برابر از ویدو روی جی وای. خب بازم شاید بسانه ما بگم بازم آقای برای این ویدو روی جی وای مستوی یک برای ما هنوز مفهوم هیدرولیکی خاص نداریم. خب شما بیاید از دو طرف رادیکال بگیرید، بیاید دو طرف چکار کنیم؟ رادیکال بگیر. خب مثلا این طرف رادیکال بگیر، رادیکال یک میشه یک، میشه چی؟ میشه یک روی وی رو رادیکال جی وای، درسته؟ الان رادیکال گرفتم بگیر فعلا خود نیست احسن تو این دیگه بچه مفهوم خاص داره. اگر تا الان بزنید دوستان نرسیده اینجا بچه مشخصا اگر دو طرف رادیکال بگیر میشه نجه میسیم؟ میرتی میسیم که همون جناب عباسه میشاره کرد نشه دوستان تو خونه میشه بگن وی رو رادیکال جی وای بچه چیه؟ وی رو رادیکال جی وای تعریف عدد چی بود؟ فرود. تعریف عدد چی بچه ها؟ تعریف عدد فروده. پس بنابراین بسیار ببینید یه نقطه خیلی مهم داره به یه نقطه خیلی مهم رسیدیم که آقا این نقطه ای که انرژی مینیمم شده و نقطه ایست که تابع صعودی به نزولی وصل میشه جاییست که عدد فرود چنده؟ یک. یعنی جاییست که عدد فرود سایی خوب بچه عدد فرود سایی یعنی چی؟ برای ما توی هیدرولیک جریان بحران. جریان بحران جریان چه بابا؟ یعنی دوستان ببینیم نتیجه این که بچه نگاه کنید عمقی که الان میگیم اگه از این عمق کمتر باشه اعماق ما تابع نزولی میشه و اون ویدو دو جیه میچربه به وای و اگر از این عمق اعماق بیشتر باشه وای میشه به ویدو دو جی عمق چیه بحرانیه. بنابراین بچه ها این عمقی که ما خیلی برای ما مهمه دوستان فوق العاده این عمق برای ما در واقع کلیدی است در بحث های هیدرولیکی اون تابعونی دیگه گفتیم این تابع بچه این نقطه بسیار مهم بوده نقطه ای که این انرژی مینیموم هست و الان به این نتیجه رسیدیم این نتیجه خیلی مهم این عمق چه عمقیه بچه ها؟ این عمقی که در واقع معیار تقسیم بندی نمودار ماست عمق چی اسمش؟ عمق بحرانی است عمقی که عدد فرود مساوی چند میشه؟ یک میشه یعنی عمق بحرانی دیگه یعنی عمق بحرانی است جایست که عدد فرود مساوی چنده؟ یک بسیار بچه ها بحث مهمی نیست یعنی این معیار عمق های عباسی که مثلا اگر عدد یک کمتر باشه این میشه عدد از یک بیشتر باشه میگم اصلا این عدد معیار عدد یک نیست که بگه عدد کمتر از یک این میشه عدد معیار وایسی اعداد کمتر از وایسی بچه اگه باش داشته باشی اعماق کمتر از وایسی باشه اون کیودو رو دو جی وای دوه میشربه به در واقع چی؟ میشربه به ارزم به حضورتون که اون عمقتون وایتون یا اگر وای های ما هم بیشتر از عمق بحرانی باشه این وای که میشربه به کیودو رو دو جی بی دو وای دو پس اثبات کردیم دوستان که این نقطه ای که انرژی توش مینیمم شده و تابع رو دو قسمت صعودی نزول تقسیم میکنه که معیار در واقع اصلی بحث های ما هستش عمق بحرانی من بعد فقط یه بار بحث ادامه بدم همینجا چون الان روابط اثبات کردیم ببینید بنابراین اگه شما خواست عمق بحرانی رو به دست بیارید الان تو کانال های مستطیلی بچه هم خواهی رابطه عمق بحرانی چقدر میشه آیا اندرستی پس الان تو کانال مستطیلی فرمول بخواهی بهش بگیم بچه به این فرمول اصلی برگردیم ما اثبات کردیم پس این رابطه مساوی یک بچه در واقع عمق چی داره ما بوده بحرانی رو بدهیم من دوباره فرمول بزنم فرمول چی بود؟ یک مساوی کیو دو روی دو جی آره؟ آره دو نده کیو دو روی جی بی دو وای چند؟ سه دیگه که این چی در واقع بچه ها همین وای چیه؟ سی دیگه این وای باید اون بحرانه باشه تا این عدد فرود بشه چند؟ یک دیگه خب بعد اگه بخوام بچه وای سی رو حساب کنیم تو اون دنبال فرمول میگشت میگم دو عربازی گفت این رو برای تر مزده که وای سی بود ما اول اثبات کردیم که اون بحرانه است حالا اگه اون بحرانه بچه بخوام به دست بیاریم از معادله چی میشه وای سی؟ میگیم وای سی به توان سه میشه چی؟ Q
کیودو و جی بیداری درسته؟ وایسی به تماسی که کیودو دیگه حالا بچه اینجا یه مفهوم رو تعریف کنم که در واقع خیلی باهاش تو کانال‌های مستدی سرکار داریم اونم بچه چه یه مفهوم است که ساده تعریفه میگیم آقا دبی یک کیو کوچیک داریم به نام دبی در واحد چی؟ دبی در واحد عرض بهش میگن دبی در واحد عرض در کانال‌های مستطیلی بچه چون کانال مستطیلی است و عرض شما یک نواخته یا با دبی کوچیکی کار میکنن دبی در واحد عرض بچه آدم ها دبی بزرگی اصلی ماست تقسیم بر عرض چی؟ کانال مستطیلی مخصوص کانال مستطیلی است بچه ها در کانال مستطیلی بچه دبی در واحد عرض در واحد یک متر عرض چقدر دبی عبور میکنه نه در کل عرض رو و اگه دبی کل رو تقسیم بر عرض بکنیم تقسیم این بیچه بچه عرض کانال مستطیلی است دیگه اگر دبی کل رو تقسیم بر عرض کانال مستطیلی بکنیم دبی کوچیکی یا دبی در واحد عرض به دست میاد خیلی بچه‌ها تو کانال مستطیلی همش با این دبی کوچیکی کار می‌کنن خیلی ساده‌تره به برای بچه چه اتفاق میفته؟ به برای این کیودو تقسیم بر بیدو در واقع چیه؟ این کیودو تقسیم بر بیدو در واقع چیو کوچیکی به تمام چنده؟ دو دیگه به برای بچه ها نتیجه یه فرمول خیلی پرکاربرد از کانال های مستطیلی الان دوستان دقیقا همه این چیزی رو داریم میگیم بچه ها کانال های چیه؟ مستطیلی ها بعد کانال غیر مستطیلی میشه بچه این فرمول عوض میشه ما این چون اول اینا رو میگیم اثبات میکنیم اینا میگیم جلو بچه ها دیگه هم کانال غیر مستطیلی میگیم یه وایسی فرمول چی میشه سریع میزن نه آقا این فرمول فرمول چی بچه ها وایسی در واقع برابر میشه با کیو دو و جی به تمام چقدر یک سوم این بچه فرمول خیلی پرکاربرد داره مستطیلی که آقا عمق بحرانی رو اگه بخوای حساب بکنی عمق بحرانی میشه دبی در واحد عرض به تمام دو تقسیم بر شتاب جاذبه به تمام چقدر یک سوم پس وایسی چی میشه بچه ها وایسی در واقع از این فرمول چی میشه به دست میاد خب وایسی که حساب کردیم بچه ها خود انرژی مینیمم هم برای ما مهمه که چه مقدار انرژی مینیمم اگه بخوام انرژی مینیمم هم چیکار بکنیم حساب بکنیم که آیا مثلا بیایم در واقع روی این تخته دیگه چی بخوای حساب کنیم انرژی مینیمم رو بخوام حساب کنم ما الان وایسی رو حساب کردیم مثلا ما چی شد ما گفتیم آقا وایسی میشه کیو دو برای جی به تمام چقدر یک سوم در کانال های مستطیل فرمولش حساب کرد حالا اگه بخوام انرژی مینیمم حساب کنیم بچه ها انرژی مینیمم نشه باشه انرژی در جایی که عمق چیه؟ بحران نیست دیگه حالا مشاهده میکنم بچه انرژی مینیمم اونجا نیست که عمقش عمق چیه؟ اینجا اثبات کردیم بچه ها این وای پس چیه؟ اثبات کردیم این وای هم عمق چیه؟ بحران نیست خب حالا انرژی مینیمم رو بخوام حساب کنیم بخوام یه رابطه برسیم دوستان خب همه انرژی مینیمم رو بخوام حساب کنیم فرمول انرژی مخصوص چی بود انرژی مخصوص بود فرمول انرژی مخصوص چی بود بود وای به علاوه کیو دو روی چی روی دو جی در واقع چی آ دو یا دو جی بی دو چی وای دو دیگه قبوله این فرمول انرژی مینیمم خب بعد چه انرژی مینیمم میشه آقای عباسی زمان انرژی مینیمم میشه که اون عمق چی باشه بحرانی باشه دیگه اگه به جای عمق و بحران بذاریم در محل عمق و بحران انرژی چیه؟ مینیمم. خب حالا نگاه کنید بچه ها الان شاید ظاهر باشه که خب برنامه این به چیز خاصی که ما نمی‌رسیم ولی اگر یک کم دقت بکنیم چه رابطه می رابطه خیلی ساده تر از این دست برسیم اونم بچه زمانی که ما می‌خواستیم اثبات بکنیم در واقع اثبات کردیم آیا رابطه یه لحظه برگردیم تابلو اون وقت بچه ما به این فرمولی که اثبات کردیم که آقا چی این نقطه ای که انرژی داره مینیمم میشه و عمق بحرانه چیه؟ کیو دو روی جی بی دو وای سه چنده؟ یک دیگه. اینو میدونیم. ببینید؟ حالا برگردیم. پس ما میدونیم که آقا اینو از اثبات قبلی میدونیم که آقا کیو دو روی جی بی دو وای سه به توان سه مساوی چنده؟ یک دیگه. یا اون تعریف عدد فرود به توان دو بچه‌ها این تعریف هم عدد فرود به توان دو مساوی یک. خب این الان تو اثبات دیدی میگه چون این جاییه که مشتق صفر جو نقطه انرژی اون جاییه که مشتق صفر اون بحران یک دونه از وایاشو بگیریم بزنید در یک ضرب کنیم بسیار بعد به جای اون وای حالا اگه بخوام به قول آقای عباسی برسیم از این استفاده بخوام بکنیم در این نقطه میام چیکار می‌کنیم میگیم وای سی تو واسه وای سی تو داره میگم یه وای سی در این ضرب داره به صورت مخرج رو صورت مخرج در این وای سی چیکار کنیم ضرب هم میتونیم دیگه صورت مخرج میتونیم در این عدد ضرب و اگر صورت مخرج در وای سی ضرب کنیم ماشین وای سی تو چقدر سه دیگه
خب بچه چیودو روی جی بی دو وای سی به توان سه این تیکه این تیکه برابر چنده؟ کیودو روی جی بی دو وای سی به توان چنده؟ یک سو؟ پس بنابراین چی میشه بچه ها؟ خیلی تاده شد ای چی شد؟ شد وای سی این تیکه که یکه دیگه تیکه یکه بیلا بچه نه بچه ها؟ وای سی بیلا بیلا یک دو یک دوی دو بیلا یک دو چی؟ وای سی میشه چنده؟ سه دو بود سه دو بود یک کنی وای سی پس بنابراین بچه انرژی مینیموم در کانال مستطیلی چقدر میشه؟ پس انرژی مینیموم در کانال مستطیلی بچه میشه یک کنی وای سی شد؟ میشه یک کنی وای سی به همین سادگی پس ما انرژی مینیموم بودم در اصلا باز تأکید میکنم بچه اینا فقط مال کانال چیه؟ مستطیلی است بچه‌ها باز نمی کنم یه مستطیلی میگم برای بوده یک کنی وای سی آقا این که هر زمان بچه خیلی از مسئله کانال مستطیلی است و در واقع مهمه ولی ما از باید کنیم چرا کنیم خدمت دوستان اثبات کرده باشیم محاسبه کرده پس بچه این دو فرمول خیلی مهمه وای سی در کانال مستطیلی بچه میشه کیو دو روی جی به توان یک سوم و این فرمول که انرژی مینیمم میشه چقدر انرژی مینیمم برابر میشه با یک کنیم بایستی این دوتا فرمول قاعدتاً فرمولای پرکاربردی هست در کانال چی؟ مستطیل خب این کانال یک پرانتزی بود چون بالاخره ما اثباتش کردیم همینطور گفتیم حالا برگردیم یکی خیلی حالا های برای شما گفتیم بحث ریاضی که کردیم همه ما به ازای هیدرولیکی داریم میخوام بریم اصلا بریم بالا به این پرسیم که آقا اینایی که داریم میگیم اگه شاخ سعودیه یعنی چی؟ اگه شاخ نزولیه چیه؟ در واقع تو هیدرولیک ما به ازاش چیه؟ و چرا اصلا دو شاخه شده این بحث چرا دو شاخه شده این بحثی که بسیار مهمه خب اینجا خوشبختانه نمودار داریم دیگه من الان فقط یه ذره خلوت کنم و روی این میگم با هم بحث کنم خب بسا ببینید حالا بریم سراغ این مابعضای هیدرولیکی این بحثی که تو الان با هم داشتیم که میخوام مفهوم هیدرولیکی از استفاده کردن بحث رو بگم من باید فرمول این رو اینجا بنویسم چون لازمش دارم برابر وای به علاوه کیو دو روی دو جی بی دو جی خب اولا دوستان ما دقت بفرمایید یک برداشتی که از این نمودار باشه که خیلی مهمه بعدش پاسخ بدیم اینه که نگاه کنید اگر شما یه خطی رو موازی به عنوان یک نگاه بکشید که یه انرژی داشته باشه دیگه دوستان یک انرژی داشته باشه خب دوستان چه اتفاقی میفته اولین سوالی که من دوای عباسی هم اشاره کردم دو تا مایع هست و یک احسن یه انرژی دارید بچه‌ها مایع شما سیال شما اون جریان شما یه دونه انرژی است ولی چند تا جواب براش وجود داره دو تا جواب دو تا وای براش دارید یک وای که بچه‌ها اگه بگیم مثلا وای دو اینو میگیم وای یک استاد این میشه همون ترازهای انرژی که توی یک آب بود که خطای رو تراز همشون یه انرژی داشتن یو هاف دایری بود نه نه اون چیز نداره الان چیز نداره پس بچه ها اولین سوال اینه که ما یک انرژی داریم ولی یک انرژی دو تا عمق به ما میده و جالب هست داره این دو تا عمق چیه؟ بنا کنیم یه عمق واحد داریم که کمتر است از عمق بحرانی دوستان اینه دیگه و یه عمق واحد داریم که از عمق بحرانی چیه؟ چیه؟ بیشتر حالا جواب هیدرولیکی این چیه؟ بچه خیلی جالبه بچه این داره چی میگه؟ این میگه آقا شما اگر یک انرژی بیزه یک انرژی در جریان شما آب شما میتونه دو تا عمق به خودش بگیره دو تا عمق این خیلی جالبه با یک انرژی مخصوص آب دو تا عمق میتونه داشته باشه یک عمقی که کمتر از عمق بحرانی است یک عمقی که بیشتر از عمق بحرانی است خب بچه ها وقتی عمق از عمق بحرانی کمتره وقتی عمق از عمق بحرانی کمتره جریان جریان چی میشه زیبرانی نه اون کمتر آن جریان جریان چه میشه؟ فوق بحران میگه دوست های عباس بحث کردیم که جریان فوق بحران جریان هایی هستن که عمق کم دارن سرعت زیاده تونه گوه خیلی جوشی هن عمقی ندارن عمق وجودی ندارن برای من جوشی استرس استرام میشن جریان های فوق بحران هست مشخصت چی بود؟ جریان های فوق بحران هست مشخصت یه بود که چی؟ عمق کم سرعت زیاد اینجا عمق از عمق بحرانی چی هست؟ نمی تعریف کنم های عباس بیان کن
شما به ازای عدد فروت چی بود تعریف بشه؟ عدد فروت بگوتیم وی روی رادیکال جی وای دیگه آره؟ دوستو؟ بگیره نمیگیم؟ خب نما کنه هم بسته وقتی وای سی باشه فروت چنده؟ یک وقتی وای از وای سی کمتر باشه چی میشه؟ وی بیشتر میشه پس اف آر بیشتر میشه بره تو وقتی فوق بحرانی دوستو؟ بنابراین دوستا ببینید شما وقتی عمق از عمق بحرانی کمتر باشه قاعدتا جریان چیه؟ فوق بحرانی است. از اما یکی از باید تسکیل دیران فوق بحرانی زیر بحرانی است اینه حالا تو مثلا بینید که ما بگیم چی حساب میکنم آیا باسی هر لبید اینه چون ازام شما خیلی جهاز زیر بحرانی فوق بحرانی به راهش که شما بینید عدد فرود حساب بکنید بینید کمتر از یکم بیشتر از یکم یه راهش از این بعد درچه باش درگیر میشیم چیه؟ عمق بحرانی رو حساب بکنیم چون لازمش داره نمیشه اگه عمق شما از عمق بحرانی کمتر بود جریان چیه؟ اینا چه معیار عمقیت بالا ما اول گفتیم آقا پس اگه جریان فوق بحرانی جریان که عمقش کمه سرعت زیاده این کم یعنی چه فرض ما کمتر از عمق یعنی معیار داره دیگه از این بعد یعنی عمق اگر عمق بحرانی کمتر باشه جریان که فوق بحرانی است جریانی که عمقش کمه سرعتش زیاده و اگر وای دو باشه بیشتر از وای سی باشه قاعدتا جریان چیه؟ قطعاً جریان قطع بلا شرط جریان چیه؟ زیر بحرانی است یعنی جریان که عمق زیاده سرعتش کمه دوستو؟ پس بنابراین دوستان ببینید خیلی جالبه دست هیدرولیک داره در بحث آب دوستان آب به ازای یک دونه انرژی دو تا عمق میتونه بگیره یک عمق در حالتی که حالت جریان فوق بحرانی است یک عمق در حالتی که حالت جریان چیه؟ زیر بحرانی است یعنی جریان شما چون دو حالت است تو سیار توی هیدرولیک میتونه جریان فوق بحرانی باشه اگه جریان فوق بحرانی باشه با همین انرژی یه عمق کمی با خودش میگیره در عوض چی زیاد میشه؟ سرعتش و بنابراین میتونم دقت کنید اینکه میخوام بچا شاخه نزولی پس بنابراین بچا من میتونم شاخه نزولی رو پاک کنم اسمش رو بذارم شاخه چی؟ شاخه جریان چی؟ فوق بحرانی یعنی ما به ازای هیدرولیک چی میشه این شاخه نزولی بچا شاخه جریان فوق بحرانی است و جالبه دیدید بچا کاملا ما به ازای هیدرولیک چی میشه جریان فوق بحرانی مشخصش چی بود جریان بود که بچا سرعت حاکم یا عمق یا فوقبرانی سرعت زیاده یا عمقش تو یه فوقبرانی بچه سرعت زیاده سرعت حاکمه دیگه پس خاطر دقت کنید چرا این شاخه نزولی شد بچه ها چون گفتیم پارامتر این میدو دو جی میچربه اثر کاهش این پارامتر میچربه و اثر افزایش این پارامتر یعنی در جریان های فوقبرانی بچه ها تعیین کننده چیه؟ سرعته نه عمق ببینید ما اون چیزای ریاضی میگونه الان موازی هیدرولیکی داره اگه میگم این شاخه جریان فوق بحرانی است چرا این شاخه نزولی شد چون اثر کاهش این پارامتر به اثر افزایش این چربی این حاکمه این پارامتر چی یعنی اون ویدیو دو جی دیگه یعنی در جریان فوق بحرانی سرعت نقش تعیین کننده داره سرعت زیاده عمق چیه کمه برعکس این شاخه رو میتونم سوپیش پاک کنم اسم بزنم شاخه چی شاخه جریان زیر بحرانی شاخه جریان چی بچه‌ها زیر بحرانی این شاخه زیر بحرانیه چرا؟ چون دقیقاً شاخه است که اما بسید اما بحرانی بیشتر هم وقتی خوب از بحرانی باشه قطعا شاخه زیر بحرانی است الان ریاضی این چی؟ وقتی شاخه بگیم زیر بحرانی یعنی چی؟ وقتی چی حاکمه؟ عمق زیاده سرعت که سرعت مهم نیست این مهمه در دقیقه هم فوق بحرانی سرعت مهم بود عمق خیلی حاکم نبود دقیقاً اینجا چرا این تاب سعودی میشد؟ زمانی که این پارامتر افزایشش میچربید به کاهش پارامتر شاخه صعودی شد چون پارامتر عمق حاکم بود نسبت پارامتر سرعت این طرف جریان زیر بحرانی است دقیقاً در جریان زیر بحرانی عمق حاکمه عمق زیاد سرعت کم این حاکمه بنابراین شما تمام بحث ریاضی که داشتیم می‌کردیم همه موازی هیدرولیکی داره به ما می‌رسونه اینکه این شاخه نزولی شاخه جریان فوق بحرانی است و این شاخه صعودی شاخه جریان زیر بحرانی است بخواد نمید در یک انرژی آب به ازای یک انرژی مخصوص دو تا جواب میتونه بده دو تا عمق میتونه بده یه جریانی که عمقش کم سرعتش زیاد یه جریانی که در واقع عمق زیاد سرعتش کم که در واقع ضرب این دو تا دمی چیه ثابت بوده دیگه چون دوستان میدونن که این نمودار بچا به ازای چیز نقش داره این نمودار به ازای یک دمی ثابت داره رسم شده دیگه این نمودار به ازای اینکه ما چیو ثابت رو تو اثباتمون دیگه چیو ثابت گرفتیم
یعنی شما به ازای یک انرژی مخصوص یک جریان دارید که عمقش کمه، سرعت زیاده. یک جریان دارید که عمق زیاد، سرعتش کم. نهایت ضرب این دو تا در هم 200 ثابت خواهد بود. و اینکه کمی که میگم یه الان معیار دارید. آقا بیا آقا ما کم که نمیشه بگیم کم کیفیه، بگیم نه دیگه کم، ما اینجا کمیه. کم وقتی میگم برای کمتر از عمق بحرانی و زیاد که میگم زیادتر از عمق بحرانی. معیار عمق بحرانی دوستان، اینو مثلا شما میگید مثلا با من بگید مثلا بچه اولی کار محاسبه عمق بحرانی است، چون شما اول جریان چیه بعد تو میخوای محاسبه کنی، بعد دو سوال پیش میاد. خب این معادله که حل میکنه تمام کردن تو مثال تو تمرینی که برای شما حل کردیم تمام سه دوم دوستان اینو گفتن که آقا تمرین یه که تو معمول به این فصله هر شب ما انتظار داشتیم معادله انرژی حل کنیم. اونجا دوستانی که حل کرده بودن دیدن که بچا سه تا جواب در میومد و چرا جواب بیشتر رو ما گرفتیم. اونجا ما خیلی بحث نکردیم، اینجا بعد جواب بدیم که آقا تو بعد بدون اصلا کدوم جواب بگیری. تو اگه جریان زیر بحران نیست بعد اون جواب بیشتر رو بگیری، اگه جریان فوق بحران است بعد اون جواب کمتر رو بگیری. اینا بس اون دو مسئله میشه میشه تو مسائل میگه که ما عمق بحرانی معیار مرز ماست، تعیین کننده نوع جریان ماست و بر اساس اون میتونیم تقسیم بگیریم که به ازای این انرژی کدوم جواب درست است، اون رو انتخاب شد. بنابراین اینا پس اون مواعظای هیدرولیکی این بحثا میمونه. یه نقطه که اینا تأکید و در واقع تحکیم این مطلبه، اونم یه سوالی میخوام الان باز بپرسم از دوستان که دارن فیلم نگاه میکنن. آقای عباسی تا اینجا حضور دارن، اینا با هم بحث کنیم. سوال مهمی است، من چون اینجا خیلی شروع شده آقای عباسی میخوام ببینم نمونه دوباره این بحثا بکشم. در واقع رو این نمونه خیلی سریع برای دوستان در واقع بحث بکنیم اتفاق رو. باز دوباره خدمت دوستان این نیمساز رو هم بکشم و بعد این هم که میره در بی نهایت به این مجاله مایل من میرسه. این هم که گفتم چیه دوستان؟ وایسی هستش، این هم اینجیه میرم. خب حالا این بچه سوال من اینه، من گفتم آقا جان به ازای یک دونه انرژی به ازای یک گونه انرژی شما دو تا جواب دارید. خب یکی اینجا یکی اینجا. خب حالا خب بچه ها سوال من آیا عباسی ها شما چون هستید به نمازی از بچه های بحث من بشته بشه دوستان هم عباسی رو سوال کنید. الان من میگم به ازای انرژی در واقع کل از اینجا تا اینجا و کل از اینجا تا اینجا یه عدد دیگه یه انرژی حالا با دو تا دوست. از اون طرف ما میگیم بچه انرژی چیه؟ از اون طرف میگیم انرژی برابر با جمع دو تا آیتم عمق به علاوه چی؟ همون ویدو رو دو جی که اگه خون بسید دیگه نیستیم میشه کیو دو رو دو جی آدو دیگه که همون ویدو باید دوست. در حالا انرژی مخصوص جمع عمق به علاوه سرعت روی ویدو رو دو جی. خب حالا آیا بسید همه دوست من جواب بدید بچه الان تو این تراز که یک جواب ماست این کل انرژی ما جمع این دوتاست دیگه، از کجا تا کجا این خط این آیتمه، از کجا تا کجا این خط این آیتمه. تو بالاش هم باز بگیم این کل انرژی ماست دیگه، این کل انرژی این خط جمع این دوتا آیتمه دیگه، از کجا تا کجا این خط اینه، از کجا تا کجا این خط اینه. ما چطوره ایگری رو اونجا نشون میده استاد؟ دیگه نمیدونم فکر کنیم باید بتونیم نشون میده شاید در ظاهر میگه آقا که نمیشه رفت نه رفت داره یه چیزی داره توی نمونه ایشون؟ ما مجانه به قایم مایه رو که داریم اصلا به اساس اون که ایگره گوبریم بسیار تمام دیگه بقیه هم نمیشون رو بگیم بسیار نه ببینید دوستان شما اینجا یه خط دارید هم مجانه به مایه به شماست دوستان. ببینید این مجانه به مایه این خیلی شما کنم این مجانه به مایه بچه خط چی بود این مجانه به مایه؟ خط این مساوی چی؟ وای دیگه خط این مساوی باید شما میدید دوستان بنابراین تو خواهشان دقیقا خیلی بس جالبی است. این خطی که شما از تا اینجا کشیدی که در واقع یک تراز انرژی رو به شما میده تو این تراز از اینجا تا اینجاش یه بحثه، از اینجا تا اینجاش هم یه بحثه. باشه نه خود بچه الان بچه این قسمت با این قسمت برابر دیگه چون من خط 45 درجه نیست، پس این قسمتی که در واقع وای هست این قسمت چیه؟
این هم بگیم یه تیکه از ای ما. الان ای بابای برابر دیگه توی این تیکه چون چرا من در دست گرسو به بابای دوستان ببینید. پس این انرژی شما بچه ها بابای چیه؟ این بابای بابای برابر دیگه چون چرا من در دست گرسو خط این مصابی بایی. پس این تیکه از اینجا تا اینجا بچه چی این هم وایه بیدیم؟ بسید؟ پس این تیکه از انرژیتون وایه. پس بقیهش چی میشه؟ آیا عباسی؟ بقیهش میشه همون چی؟ ویدوی دو جی. بچه همون ویدوی دو جی ها مثلا کیو دو جی هم؟ ویدوی دو جی من از اون تایم سوارم، پارامتر انرژی جو میشه میشه همون چی؟ ویدوی چی؟ دو جی نمکنه پس اون خواهشم؟ باز همین پس های عباسی و های رسان حالا همین تراز انرژی رو همین بودیم در زیر بحرانی از کجا تا کجا بچه کدیم وای میشه؟ بودیم از اینجا تا خط مجانب اسم چیه؟ وای دیگه از اینجا تا اینجا اسم چیه؟ وای دیگه چون این وای این وای دقیقا با این وای برابر چه کنه از این تیکه چقدر میشه؟ این تیکه باقی مانده چقدر میشه؟ چون کل انرژی جمعی دوتاست دیگه این تیکه چقدر میشه؟ چه ویدیو روی دو؟ چی دیگه؟ دوست شد؟ پس نگاه کنم بچه این کل انرژی مخصوص شما تو جنزیر بحرانی از اینجا تا اینجاش وایه تا مجرد مایه از این تیکهش میشه ویدیو روی دو در جریان فوق بحرانی باز از اینجا تا مجرد مایه چون ای بابای برابر این وایه از اینجا تا اینجاش ویدیو روی دو جی میشه حالا دقت کنید بچه همین بحث هیدرولیکی رو میبینید باز که آقا در بحث هیدرولیکی شما در جریان زیر بحرانی باز دقت کنید باشن باشن دقت کنید در جریان زیر در جریان فوق بحرانی بچه چه تو میتونی عباس یا دوستان در جریان فوق بحرانی بیشتر سهم انرژی میکنه چیه ما بگیم از نظر یه ویدیو دیگه یه تیکه کوچیکی وای داره مثلا وای مهم نیست ویدیو رو جمع مهم الان تر جریان فوق بحرانی بود دیگه سرعت زیاد مهم ممکن برعکس ببین بیا بیا جریان زیر بحرانی هم انرژی وای بسیار مهم و زیاد ویدیو دو جی شما اینجا ویدیو دید خیلی زیاده وای کوچولوه اینجا وای خیلی زیاده این تیکت کمه ببین باز اون بحثه اینکه انرژی مخصوص در واقع برابر است با جمع دو تا آیتم این تایم قشنگ میتونی نشون بدی فقط دوستان یه اشتباهی به بعد رفتن دوستان ما در اون سوال مثلا میگن آقا برای پس این نقطه نکنید این نقطه ای که خودش وای سی ای یعنی جایی است که این دو تا با هم برابرن ما شما سوال کنه بس آیا در نقطه وای سی این تیکه که با هم برابرن چون زیر اینجا باشه قطعا این از این بیشتر بالا این باشه این از این بیشتر اینجا آیا میتونیم این دو تا با هم برابرن تو وای سی تو هم نقطه کلیدی و مرزی بود یا نه اینجا جایی بود که ایگرکس ای صفر بود آره استاد ای مینیمم صفر نیست ای مینیمم بود ای مینیمم عدد داره دیگه شما ببینید خب از اینجا تا اینجا چی آقای عباسی از اینجا تا اینجا همون وای چیه همون وای بود وای وای چیه وای سی باز این دیگه چقدر بچه ها انرژی مینیمم چقدر بود آقای عباسی تو کار مستطیلی یک ها اصلا یک و نیم یک و نیم اونجا یک پس اینجا چقدره؟ اینجا نیم وایسی با هم برابر نیستن چه دارم؟ یعنی اگر این وایسی باشه این نیم وایسی چون انرژی مهمون یک و نیم وایسی بود که اثبات کردیم بیان بچه از اینجا بچه میگم از محور قائم تا مجانب که همیشه هم وایه اونجا چون وایسی نه وایسی اون وایه وایه بودن وایه پس از یک و نیم وایسی چقدر میمونه نیم وایسی پس نمیده بچه این اینگونه نیست که در وایسی این دو تا دقیقا یعنی سهم وای با سهم ویدئولوژی با هم برابر نیستن سهم این نصف سهم اینه در نقطه خیلی خوب اینم چون سوال میشه و برای دوستان در واقع مطرحه پس درست شد؟ پس برای دوستان ما در واقع در جریان فوق و بحرانی که زیر وای سی هستش بیشتر سهم سرعت کمتر سهم اون یعنی این میشه به این حالا پارامتر مهمه باید این نزولی میشه دیگه چون این نزول این به سعودی میچنه تو جریان زیر مهره نه وای خیلی مهمه کمه پس سعود این به نزولی میچنه شاخ سعودی بود خب این بحث هایی که شما اینجا چی مشاهده میکنید پس بنابراین مثلا بریم این میشه چی؟ این میشه در واقع بحث ما به ازای این بحث های ریاضیش که در هیدرولیک اینا همه برای ما مفهوم داره و ما میتونیم در واقع چیکار بکنیم با استفاده از این نمودار حالا هنوز بحث معلومه که خیلی باید برای همه رو گفتیم فهمیدیم حالا با استفاده از این نمودار چجوری جواب این سوالی که شما مطرح کردید که آب وقتی به برآمدگی میرسه چه اتفاقی براش میفته رو با این نمودار بعد چیکار کنیم بهش ایرور میدیم جواب بدیم هنوز کار داریم نه ایرور میدیم چهار بشه چهار دیگه هنوز داره دیگه خب هنوز ایرور میدیم خب دیگه نمیگیره از بیرون خب پس خوش خب
دوستان برای اینکه جمع‌بندی بکنیم مواد خدمت ارائه شده یک مثال خیلی ساده حل بکنیم و ان شاءالله بحث این قسمت رو ببندیم خدمت دوستان. خب بودیم یک آب با دبی 20 متر مکعب بر ثانیه در یک کانال مستطیلی به عرض 10 متر جریان داره. اولا بچه از شما خواسته منحنی ایدروای رو برای این کانال رسم کنید، منحنی ایدروای رو از شما خواسته. ثانیا گفته اگر عمق جریان 6 دهم متر باشه، دو تا سوال داره، یکی وضعیت جریان در این حالت که عمق 6 دهم متر چیه، یکی عمق متناوب این عمق چقدره. حالا اینو باید با هم بحث کنیم. سوال خیلی سوال داره بسیار در واقع کاربردی. خب ببین اصلا وقتی به شما مشخصات کانال میده و میگه منحنی ایوای رسم کنید، خب اصلا منحنی ایوای در واقع کلیتش که مشخصه برای کانون مستدل باشه منحنی ایوای چی اینه دیگه. من کشیدم خاصا در این منحنی شکلی که فرقی نمیکنه، من کانون مستدل همین دیگه. فقط بچه‌ها وقتی میگه منحنی ایوای منظورش چیه، واسه که کلیتش که بلد شماتیک بکشید، مهم این نقطه است. یه منظورش که این نقطه رو مشخص کن و بعد بیا شماتیک شاخه نزولی به شاخه سودی واسه میشه به مجاور مایل 45 درجه در کانون مستدل چیه میل میکنه. پس در واقع اصلا نمونه ایوار رسم بکنیم دنبال وایستی و ایه مینومون رو هم کنیم برابر چیه؟ باقی متناوب چیه استاد؟ اونو بحث میکنم چشم برسیم، اونو بحث میکنم. پس الان ما الان ایه مینومون رو میخوایم و وای چی؟ سی رو میخوایم. من از اون دوتا رو به دست بگیم و بچه میخوایم وایستی حساب کنیم. خب ارزان وایستی در کانال مستطیلی فرمولش چی بود؟ بود کیو دو روی جی به توان چقدر؟ یک سوم نسبت شد. کیو کوچیکه چیه؟ کیو بزرگه تقسیم بر بی، یعنی از 20 تقسیم بر 10 هست شدن 2. در نتیجه وایسی میشه شدن میشه 2 به توان 2 روی چی که حالا بگیم مثلا 9 هست شده 1 به توان شدن 1 سوم. از جا مقابلانی شما چیه؟ حساب میشه که اگه درست حساب بکنیم میشه شده عدد ما اینجا خدمت دوستان داریم 741,000 متر میشه وای چی؟ سی. اون وای سی انرژی مینیمم بچا چی میشه؟ خب در کانال های مستطیلی باز اثبات کردیم که انرژی مینیمم هست 1.5 برابر وای چی؟ سی. یعنی 1.5 برابر 741,000 و امکان 1.112 بچا اینو همه به متر دیگه. انرژی ماکسیمم بچا واحد چیه؟ متر دیگه. یعنی بود وای به علاوه یه چیزی. عادتاً از متر. 1.112 انرژی مینیمم چقدر؟ بعد اینا میتونم پاک کنم. دیگه وای انرژی مینیمم چقدر الان؟ 1.112 هست و وایسی چند دوستان؟ 741,000. این شما منحنی ایوا. این منحنی ایوای شما مثلا یه نقطه کلیدی داره، بقیش که حالا یه تابع نزولی تابع سودی که به هم چکار میکنیم وصلش میده. یکی از در واقع چیه؟ این از بحث قسمت اول. در قسمت دوم متوجه اگه وای 6 دهم باشه اول وضعیت جریان رو مشخص کنیم. وضعیت جریان باشه منظور زیر بحرانس چی؟ بحرانس. خب چی میتونست بزنیم؟ وای از وای سی که هست هم بگیم وای رو که 6 دهمه از وای سی چی بچه ها؟ کمتره. وای سی چقدر؟ 741,000. خب بس وقت اوم از اوم بارانه کم کنم تو شاخه چی؟ نزوری. در شاخه نزوری که هستیم جریان جریان چیه؟ جریان جریانه قاعدتا فوق بحرانی است دیگه. در شاخه فوق بحرانی هستیم. هی اوم چقدر؟ 6 دهمه. بس که 6 دهمه هست دیگه. این 6 دهم. چون در کمتر از عمق بحران تو شاخه چی هستیم؟ فوق بحرانی هستیم. و اما دوستان مهمترین قسمت این سوال اینه. ایناست که خیلی کار نداره. عمق متناوب. اول بچه این واژه رو دیگه به خاطر بسپارید. اونم اینه که بچه‌ها عمق متناوب یعنی چی؟ من رو شکل میدم. نگاه بچه‌ها این عمق 6 دهم یه انرژی داره دیگه. یه چی داره؟ یک انرژی مخصوصی داره. که بچه این انرژی بودی بچه ما به ازای این انرژی بچه اگه ادامه بدیم ما به ازای همین انرژی یه عمق دیگه یه هم وجود داره در جریان چی؟ زیر بحرانیش. تو معادله ای وای ای رو به دست داریم بعد ایگری رو داریم ای رو به دست داریم بعد حالا ای رو داریم ایگری رو داریم الان به این دوتا عمق یه نام چی باید بستی؟ به این دوتا عمق یه اعماق چی؟ متناوب. حالا این بچه به خاطر بسمانه چون تو فصل بعدی باز یه سری اعماق داریم شون به اعماق مزدوج. حالا به این دو تا عمق اعماق بچه‌ها اعماق متناوب چی شد؟ اعماق متناوب بچه‌ها اعماقی هستن که انرژیشون یکسانه ولی عمقشون با هم چیه؟ انرژی مخصوصشون یه عدده. به ازای یک انرژی مخصوص ما
من دو تا جواب داریم. این دو تا اوم رو میگن اعمال متناوب. یعنی الان سوال اینه وقتی اوم 6 تا اومه به ازای 6 تا شما انرژی دارید. به ازای انرژی اوم دیگه هم وجود داره. این چنده؟ این از شما میخواد. الان این علامت سوال در واقع مسئله ماست. خب اما در عباس بودم ما چیکار کنیم تو این اون به دست بگیم؟ میگیم آقا به ازای 6 تا ما انرژی داریم. این انرژی رو حساب کنیم. باز به ازای این انرژی بریم اوم رو حساب کنیم. خب انرژی رو حساب انرژی مخصوص به 6 تا. و تعریف انرژی مخصوص چی بود؟ بود وای به علاوه کیو دو روی دو جی بی دو وای دو کیو دو روی دو جی آدو. خب برای نوبای چقدره؟ میشه 6 تا. به علاوه کیو چنده؟ 20 به توان دو روی دو ضرب بر 9 ممیز 81 ضرب بر عرض کنان چنده؟ 10 به توان دو ضرب بر 6 تمام به توان چقدر؟ دو. خب اگه این حل کنیم بچه های انرژی 6 تمام چی میشه؟ انرژی 6 تمام به دست بیاره که میشه 1.166 متر. 1.162 متر. پس این چند بچه انرژی الان؟ این عدد از 1.166 درسته؟ این از 1.112 در واقع 55 داره. 54 تا رفته مبارده، 54 هزارم رفته مبارده. حالا مهم نیست. این اون از 66. حالا نگم بچه به ازای این موضع 1.166 یه جواب دیگه میداره این. یعنی باید این سری محکوز درده. حالا این رو داریم، اون مجبوره. میام محکوز جواب کنیم. میگیم آقا این فرمولش اینه، میگیم آقا این چنده؟ 1.166 برابر میشه وای وای مجبوره. به علاوه کیو که چنده؟ 20 به توان 2 روی 2 ضرب در 9 ممیز 81 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در چی بچه؟ وای 2. الان تنها مجبورم چی بچه؟ وایه. حالا بچه اینجا هم مشکلی نیست که تو حالا تمرین سری پیشتون هم داشت. وای دو مقدار میاد سیم. وای باید مقدارش بیشتر از 5 سانتی متر. وای اگر حل کنیم بچه چند تا جواب خواهد داشت؟ اینو باید حل کنیم معادله. اگه معادله رو حل بکنیم دوستان وای ما چیه؟ 3 تا جواب خواهد داشت. چون اگه مخرج مشتری داره معادله در چند میشه؟ 3 دیگه. وای دو مخرج مشتری داره میشه وای 3. معادله درجه 3 میشه. بچه معادله درجه 3 3 تا جواب داره. حالا اون 3 تا جواب چیه بچه؟ همیشه من میگم یه جوابتون بچه ها عدد کوچکتر از 0 در میاد. عدد منفی. این چی بچه توی هیدرولیک بیمعنی است. اوم که نمیشه منفی باشه. اوم عدد منفی اوم بدی بعد اوم داشته باشه آب دیگه یا صفر یا اوم داره دیگه. پس اینکه یه جواب تو بچه همیشه جواب عدد منفی است. بیمعنی است. و اما دو تا جواب دیگه چی بچه ها؟ به ازای یه دونه انرژی چی رو دو تا جواب دارید؟ چون چی بچه ها یکی ماش جواب دارانه؟ فوق بکنانه یه سیگما جواب دارانه؟ زیر این اگه اینه قطعه این بچه قطعا یه جوابتون چنده؟ یه جوابتون همین چنده؟ شیشتا همه؟ یک جوابتون همون شیشتا همه هستش که چیه باید هم؟ کمتر است از عمق بحرانی؟ و یه جواب بچه داریم چی؟ یه جواب داریم که چیه؟ من اینجا اینه بچه کنم اینجا بینیستم که چون الان تو دوکی مدانی نمید پایین که بینیستم شاید دیده نشه زوم میکنی اصلا این حالا دوباره جوگم اگه این معادله رو حل بکنیم بچه ها 3 تا جواب باید داشت. یه جواب کمتر از منفی که اصلا بیمعنی است. یه جواب تو قطعا این جواب فوق بحرانی است که 6 تامه کمتر از وای سی عمق در واقع فوق بحرانی است. و یه جواب بچه ها قطعا عددی خواهد بود که از عمق بحرانی باید چی باشه؟ بیشتر باشه دیگه؟ عددی که قطعا عمق بحرانی بیشتر باید باشه و جریان چی دوستان؟ جریان زیر بحرانی است. که اگه این معادله رو حل بکنیم دوستان اون جواب چی میشه؟ اون جواب بیشتره به دست میاد که اگر دوستان درست حل بکنن معادله میشه چقدر جای 93 یعنی بچه این وای چقدر میاد؟ این وای عمق متناوب به 6 دهم چقدره؟ عمق متناوب به 6 دهم چقدر هستش؟ 93 دوستان من همجای توضیح بدم ببینید عزیزان تو درس هیدرولیک از اون درسایی که بچه‌ها به شدت شما احتیاج به ماشین حسابایی دارید که دکمه سال داشته باشه. یه بعد بدون معادله در واقع زمینی حل کنید. این تازه اولشه. نگاه این معادله هیچ بی سادگی نیست ها. یعنی شما درجه 3 میشه و این معادله درجه 3 رو چجوری می‌خواید حل کنید؟ ببین دوستان اینجا قطعا یه ابزار ماشین حساب پیشرفته لازم داره. حالا ما قبلا گفتم تا اون حضوری بود اینا قطعا می‌گفتیم بچه‌ها باید ماشین حساب سولدار داشته باشن. اگه خوشم ندارن از دوستاشون که این ماشین حساب تو امتحان همش کارتون با این معادلات دستی نمیتونید اینو حل کنید. بعد ماشین حساب رو ولی خب الان که خوشبختانه که میتونم که مجازی است
گوشی قاعدتا شما گوشی هاتون اپلیکیشن خود لپتاپتون خود اپلیکیشن ولی مثلا اپلیکیشن رو داشته باشه که سال که باشه که بتونی معادله غیر خطی هاتون حل کنه. این نخواد اینو مرتب کنید ها، عین همین رو تو ماشین حساب بدین براتون معادله حل کنه. حالا مقدم می‌کنیم ماشین حساب که یک دکمه سال روش داره، یعنی معادله داره شما حل می‌کنه. پس نگاه کنید حل این معادلات تو هیدرولیک الا ماشاءالله مثل دست بتون کنید، یکی دست هیدرولیک دست بتون، مثلا بتون یک قاطو تو خمش حساب بتون دامتون همش با این معادلات سر کار داره. معادلات که دوستان باید ماشین حسابشون قابلیت حل در واقع معادله زمینی داشته باشه. حالا ما خودمون زمان ماشین حساب ما بعد پیشرفته نبود، ما سری خطای حل می‌کردیم، یعنی در واقع وای انقدر عدد می‌دادیم تا برابر 166 بشه. یعنی وقتی که اینا الان شما ولی چون خیلی وقت گیره اینا اصلا دقت کنید و خواهش دارم بچا اصلا تو ماشین حساب تو اپلیکیشن تو بچا وقتی معادله حل می‌کنه، حالا تو ماشین حساب مثلا تو اپلیکیشن کامپیوتر شات هست دو جواب همزمان شما بده، تو ماشین حساب اگه باش کار می‌کنی مثلا سه جواب همزمان نمی‌ده دیگه. ماشین حساب چیه؟ جواب رو میده که نزدیک به مقدار اولی شما معمولا وقتی تو ماشین حساب حل می‌کنید این مقدار اولی از شما می‌گیره، نزدیک‌ترین جواب اون مقدار اولی رو میده. اونجا یاد حواستون باشه بچا شما اگه دنبال جواب نماد 300 هستید این میدونید که اون بعد اون قرنی بیشتر باشه دیگه، اون بالا اصلا شده که سلام مقدار اولی رو مثلا یک میدید که بیشتر از اینه بعد این عدد به شما میده، ولی اگه مقدار اولی رو 0 بدید بچا همیشه جواب 6 تمام به شما میده. البته میگم اینا الان شده خیلی مدارم نشه بچون شما تو مجازی در جایی که سال میزنی به حدی که میخوای بزنی 0 بزنی یا 1 بزنی چی اگه البته تو این مسئله اینو می‌خواستی دیگه بعد یک کار بزنی تو این عدد به یک نزدیک بهت بده. خب اینو مثلا بگو شما تو ماشا سو که میزنی سال معمولا مقدار اولی 0 اگه مقدار اولی 0 باشه نزدیک جواب 0 این 6 تمام دیگه همه 6 تمام بهت میده. باید تو میدونی که اون جوابی که دنبالش چیه بعد از وایسی چی باشه از خمسه چه ایزان میدونی باید بیشتر شده میدونی چنده میدونی از باید بیشتر باشه. خب برو میاد یه عدد بیشتر از این بده مدار اولیه شد بعد اون میاد نزدیک این جواب به این مدار اولیت میده که این بده با تو ماشه حسابه مشکل داره. ولی من فکر کنم اپلیکیشن ها و اینا که دیگه قاعدتا هم میزنی صدا جواب تو همزمان بهت میده احتمالا. حتی میگم یه حرفا برای کسی میزنن که ماشین حساب بالاخره استفاده میکنن. حتی میگم بیشتر زمانی بود که امتحانات حقیقی بود و بچه سر امتحانات که نمیتوزن موبایل و اپلیکیشن رو بینم بعد قطعا فقط ماشین حساب میموردن و ما همیشه مشکل داشتیم. نیم همیشه سر امتحان یه عده خوب داشتن یه عده نداشتن ما بعد از اون یه عده که داشتن میگرفتیم بعد میگفتیم برای مگه نداشتن حساب میکردیم مثلا بس اون دیگه الان دیگه معنی از اعراب نداره انشالله شما این بیرد. ولی بچه معنی که حتما بچه حتما برای امتحان هیدرولیکتون توی حالا موبایلتون توی لپتاپتون یه اپلیکیشن ماشین حساب قوی این ماشین حساب که سریع معادله عیناً تایپ کنید بذارید سالو کنه جوابارو همه به شما بده. من نمیدونم چیه آیا دارید همچین چیزی قطعا هست بگردید همچین ماشین حساب رو داشته باشید. تو بس استاد عکس هم میگه خودش حل میکنه اون که تازه حل شده نه اما این چیزی که قاعدتا بتونید خیلی سریع شما جواب بدید. در اصل دوستان این سه تا جواب خواهد بود، یه جواب منفی سی جواب کم از اون دوباره نیست، یه جواب بیشتر از اون دوباره نیست که این دو تا اون قایش شش نانه به اعمال متناوبه شما بستگی به اون مسئله داره اون مسئله دنبال چی میگردید و بدونید که دنبال چی کدوم عدد میگردید. بسیار آقا این از این مثال انشالله این قسمت تمام. جلسه بعدی میخوام بریم تازه با استفاده از این نمودار پاسخ سوال بدیم که آب وقتی به یک مانع میرسه آیا میاد بالا ثابت میمونه یا میاد پایین که با استفاده از این نمودار پاسخ این سوال رو خواهیم داد. موفق و معید باشید. تماس دعا خداحافظ.